خب در شمی پادشاهی خوره زکوت یارا و رحم مقادوش رو میتلبیم با می در شمی به سروت رو با سیمخا شادی و پیروزی و موفقیت در تمام طول زندگی داشته باشیم. امیدوارم که حرف خیر از سر همه ما پیش بیاد. پادشاه شروع میکنیم سال تابشین به داله. پادشاه در مورد قره صحبت میشه. یکی از ماجراهای عجیبی که توی بیابون اتفاق میفته و اولین بار هستش که در خانواده لبی ها هستش که این مسئله پیش میاد و همینطور گروه های دیگه هستن که به اینا میپیوندن. قره یه آدم بسیار پولداری هست، بسیار ثروتمند هستش، ادعای ریاست و مقام میکنه و از اینجا هستش که شروع مخلوقه تو در و بحثی هستش که پیش میاد. پادشاه شروع میکنه و یقا قره بن ایسار بن قیهاد بن لوی گرفت. قره بچه ایسار، بچه قیهاد، بچه لوی و داتان و اویران بچه های الیاب و اون بن پلت که بچه های رئوون هستن. ملخوم و لیفه موشه قیام کردن و ایستادن به جلو موشه و افرادی از فرزندان ایسار 250 نفر رو از های جماعت قریه موعد، اونا که دعوت شدگان اوهل موعد بودن، افراد مشهور و نامداری بودن. ببین که قره شروع میکنه مخالفت کردن با اهرون کوهن و بعد با موشه و همینطور کسایی که همسایش هستن سفتای لوی از اونجا هم هستش که تعداد به اینا میپیوندن و تا عزیزام و اونسلت و کسان دیگه. اصلا ماجرا چی بودش؟ خیلی عجیب است که طور اتفاق میفته. توسط چه کسی؟ توسط قره. چیز عجیب اینجاست در طول 40 سال خیلی چیزها اتفاق افتاد، خیلی وقتا بود مخالفت کردن، ولی اینجا قره یه آدمی هست که روح خودش داره. قره یه آدمی هستش که صدیقه، یه آدمی هستش که معلومات بسیار بالایی هم داره. پس این اتفاقات چجوری رخ میده و به خاطر چی هستش؟ حالا رحمه خودو 4 تا سوال اینجا مطرح میکنیم، اینا رو ما الان میخونیمش. فقط اشاره میکنه که چرا نوشته قره خودش رو کنار کشید و قصد خود سر خواست، یا چرا نوشته گرفت قره بچه ایسار، بچه قیهاد، بچه لوی تا لوی میاد و همینطور اسم یعقوب رو برده میاره و چندین سوال دیگه میخونیمش از جوابش. آخر نیتکوین حکاتو بلهودی یسو دور امحلوقت. اینجا پاسخ منظور داره که اصل مخلوقه تو بگه چی هستش، اصلا جر و دعوا از کجا هست. شیعه مردم میننین آلا اصلا چجور به فکر قره اومد که بیاد مخالفت کنه با ناوی، ناوی امینی که نبوعاش هم ثابت شده برای همه هستش. چقدر معجزه کرده، چقدر تو کشور مصر، بیرون از کشور مصر، کنار دریا، کوه سینای، همه دیدن. چه جرعتی میکنه که جلو موشه بیسته؟ و قره خاخام گادول آیا؟ قره یه خاخام و عاقل بسیار بزرگی بوده. چطور تو کاری اشتباهی از این سر میزنه؟ حالا کل اسرائیل ایرگه موتو آمن. اگر بگیم که بیاد مخالفت کنه با موشه، مردم اصلا سنگ بندارن، سنگ سارش میکنن. پس این اصلا چی هست؟ چطور شد که اصلا تو فکرش راه پیدا کرد تو چیزی؟ که بیاد دعوا کنه. پاسخ اول چند تا علت میگه. میگه این اسمهایی که داره میگه میخواد یه چند تا علت ها رو به ما بگه. پاسخ میگه چی؟ گرفت قره بچه ایسار، بچه قیهاد، بچه لوی. این هر کلش خواهی یک چیزی به ما بگه. چرا میاد میگه بن ایسار؟ میخواد بگه به خاطر که ایشون باباش کی از ایسار هستش، چون بزرگتر از دو تا برادران بعدیش هست که در بچه های قیاد هستن و ترجمه میکن چی تو شده که اینا پر روی کنن مقابل او و بزرگتر از او باشن. دوما میگه بن قیاد. قیاد کی بوده؟ بالاترین بوده، درجه بالایی داشته در خانواده لوی، یعنی پدر بزرگش، چون هم حمل کنندگان قدش خداشین بوده. و خخامین فرمودن قره مینوس ها آرون آیا؟ قره حمل کننده از جزو حمل کنندگان آرون بوده، یعنی کار خیلی مهمی دستش هست و گرشون میاراری کار دستشون نبوده. بعد میگه بن لوی که اون سبت لوی هم بوده، لوی هم بالاتر از تمام سبت ها بوده و سایر سبت های دیگه این درجه رو نداشتن.
که مئوله او میکنه شعار اشباتی. همینطور از تمام بچه های لوی و همینطور در شاخه های قهات هم میبینه که درجه اول نسبت به برادرها داره. نمیخواستن از که میشه همینطور داتان امیرام همراه اینها شد و نمیشه اونا رو هم با خودش گرفت که قدرت خودش رو قوی تر کنه، که اونا هم بزرگان سبت روبن بودن. روبن چرا اسمش میاره؟ روبن هم اولزاد یعقوب بود و به خاطر این همشون آدمایی بودن که نام‌آور بودن. پس نمیشه چی؟ و یعقوب و لیفه موشه. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو ایستاندن و برابر کردن با موشه. ما سبت لوی هستیم، اونا هم اولزاد هستن. قره طبق اون چیز که گفته شد و داتان اویرام هم به خاطر که اونها به حساب این که از بزرگان هستن و اومن که اولزاد هست و بالاتر از برادران دیگه هستش. انداشین چی هست؟ یعنی گر ایلولا قخیمو یه تعداد آدم های دیگه هم با خودش گرفت. اونا بزرگان اسرائیل بودن به خاطر که قدرت خودش محکم بکنه، اما اونا نیومدن که بیستن جلو به موشه، مگر جمع شدن و محکم کردن قره، طرفداری کردن. و به همین خاطر اول میگه و یعقوبو قبل از اینکه بگه خمیشی اوماتریم و توضیحاتی که اینجا داره اشاره میکنه. مطلبی که اینجا برای ما صحبت در راه و رخای مقادوش راشی میاره، اول اینجا به خاطر چی قصد؟ خورخ اولین چیزی که باعث شکستش میشه ثروت هنگفتی که داره. هم موقعی که پول نداشت به فکر چیزا نبود، وقتی ثروت زیاد شد، ثروت که زیاد بشه یه سراره آدم هم قوی تر میشه. نه فقط ثروت، هر امتیازی که آدم داشته باشه، هر چقدر انسان معلوماتش بره بالاتر یه سرارهش هم قوی تر میشه. هر چقدر پول بیشتر بشه و هر چقدر مردم بیشتر احترام بهش بگذارن، کم کم عادت میکنه، دلش میخواد کابل بیشتر داشته باشه و چیزهای دیگه. اینجا صحبت میکنه، میفهمد که ادعای اول چی هست. همطور که اینجا داره صحبت میکنه، قره میاد میگه بله، بابای من 4 تا برادر داره. امرام اولزاد است، 2 تا بچه داشته. خیلی خوب، 2 تا بچهش موشه و هارون هستن. هر کدوم از به مقامی رسیدن. موشه که رهبر است، مثل یه پادشاهی است برای خودش. هارون کوهنگادول شده، بزرگترین مقام به اینا داده شده. بعد از امرام کیه؟ اون موقع درجه بعدی به من باید برسه، چون بچه بعدی ایثار هستش و قورخ هم بچه ایثار هستش. و اینجا هستش که میگه چرا رئیس سبت کی کردن؟ الیسافان بن اوزیل. اوزیل بچه آخری هستش. پس از اینجا هستش که حس حسادت زیاد میشه. نوشته چی؟ صدیق کتامار افرا، توصیف آدم صدیق میکنه. حروف آخرش وقتی نگاه کنیم، صدیق خوف هستش، کتامار رش هست، افرا خی هستش، کمه قورخ ازش به وجود میاد. پس معلوم میشه فهما قورخ آدم کمی نبوده. قورخ برای خودش صدیق بزرگی بوده. ولی یه درس خیلی بزرگ که اینجا میخواد به ما یاد بده همین هستش که هیچ کسی نیست که یه سراره نداشته باشه. حتی آدمی هم که روح قدش داره یه سراره داره. پس هیچ وقت نیستش که آدم تا زمان که از بین نرفته هیچ وقت نمیتونه بگه من دیگه محفوظ هستم، من دیگه آبون از اون سر نمیزنه. ساتان در خونه همه آدم ها هست، همه جا جلوه همه آدم ها. میخواد راه به شهر باشه، میخواد صدیق باشه، میخواد پولدار باشه، آدم زخوتمند باشه. هیچ وقت ساتان لپه در خطات روید تا دمدم آخر زندگی همراه آدم هست و هیچ وقت از انسان جدا نمیشه. پس اینجا هستش که میخواد درست به ما یاد بده هر چقدر انسان مقام و درجهش میره بالاتر، باید ترسش هم بیشتر باشه. خب حالا اینجا وقتی نگاه بکنیم ادعای اینا چی هستش؟ اینا 2 گروه هستن. یه گروه ریاست میخوان. قورخ میادش میگه بله، چرا اهرون باید کوهن گادول باشه؟
از کجا معلوم؟ اصلا کی تعیین کرده؟ پس دلش میخواد ریاست پیدا کنه، ثروت زیاد داره، نمیتونه ببینه کسی بالاتر از خودش هست. یه گروه دیگه بودن 250 نفره، اینا ادعای ریاست ندارن، اینا کسایی نیستن که بگیم خب حالا به کجا میرسن، طرفداری از قورخ هم بکنن. اینا کسایی هستن که میان وسوسه شون میکنن، قورخ میومده با اینا صحبت میکرده، ما میخوایم قادوش باشیم، چرا فقط اهرم بره قطوره تقدیم کنه داخل میشکان، چرا ما نریم؟ ما هم دلیل بخواهم نیست انجام بدم. یعنی جنبه مثبت بوده تو ذهن اینا، من هم دلو میخواد نیست و انجام بدم، چرا فقط فلانی ایزخوته داشته باشه؟ 250 نفر میدانستن لایق نیستن، اینا گفتن ما میخواد تقدسمون بیشتر بشه، ما میخواد بریم داخل میشکان، میخواد بریم اونجا مراسم انجام بدیم و نزدیک گور شخینای خدا بشیم. گروه اول که ریاست داشتن، دیگه کسی که ریاست داره جاش رو زمین نیست، از زمین دهان باز میکنه، اینا میرن داخل زمین. 250 نفری که ریاست نمیخواستن، اینا میخواستن مقدس‌تر بشن، رفتن سوخته میشن و از دین میرن. خب حالا قرآن جزو کدوم دست هست؟ جزو دوتا دستی هستش، در میخواده دوتا بلا سرش میاد. قرآن میادش قطوره تقدیم میکنه و خودش هم جزء گروهی میشه که میادش در داخل زمین فرو میره، پس هم سوخته میشه و البته زنده هستش، زمین شیب بر میداره، تمام 250 نفر میان داخل زمین، ایشون هم هنوز از بین نرفته و بالاخره در داخل زمین میاد و به این شکل هستش که از بین میره. پس اینو متوجه میشیم که اصل هدف موضوع کجا هستش و چطور شد که این اتفاقا افتاد. پاسخ گیمل میگه چی؟ لایقاهل و المشه در اهرون جمع شدن بر مشه و اهرون و گفتن به آنها رب لاخم بسه برای شما که کلایدا کلام قدوشیم، تمام جمعات مقدس هستن، همه اینا پای کوهست نیستادن، اوتوخا مشه در میان آنها خداست، چرا ریاست میکنید بر جماعت هشم؟ او رحم قدش میفرماد رب را خیمتی کلاه دا کلاق نداشید اومد او هم. یعنی چی؟ ریاست بزرگی شما برای خودتون گرفتید، بیش از اندازه شایستگی شما. و این تو بعد اگر بیایید بگید چه ریاست بزرگی هست؟ بله کلاه دا کلاق نداشید، همان جماعت مقدس هستن و به تو خواهم هشم، خدا در میان این هاست، چیزی که ملت دیگه ای در اون دوره بهش نرسیده و شما ربانی میستید، ریاست دارید میکنید بر اونها. اشاره کردن در این مطلبشون که گفتن شخینا ساکن شده برای چی؟ چرا اصلا خدا با ما هست؟ به خاطر کابود اسرائیل هست، نه برای کابود موشه و اهرون، خدا اسرائیل رو دوست میداره. به تو خواب هشم، خدا در میان ملت هست، نه بشه که خدا در میان وجود موشه و اهرون هستش. از همین خاطر اومد و لاما از مصطفین، چرا شما میخواید برافراشتگی بیشتری برای خودتون داشته باشید؟ مذوری از اونا میگفتن که فرد اسرائیلی که بیان نزدیک بشه به اون موقعیت که اهرون داره خیلی هم نیست. خیلی خب، این برتری بر جماعت خداست و شایسته نیستش که بی حرمتی کنید اینقدر به جماعت مقدس قروه ال الیون، اونایی که نزدیک خدا هستن، که اونا رو معذورشون کنید که نخوان بیان و عبادت خدا رو انجام بدن. اینجا میبینید که مخلوقاتی که پیش میاد در دعوایی که ایجاد میشه و عواقب بسیار ناگواری که به دنبال میاره. ببینید که همه اینا جمع میشن و حتی شب قورخ میاد مهمونی میده، ضیافت میده، به همه اینا یعنی و شکار میده، حالت مست اینا بلند میشن میان نزد موشه که موشه بهشون میگه چی؟ بقر و یوده هشم بذاری صبح بشه، حالا من جواب شما نمیدم، لت حقا دوشفیق میدلا ما میذاریم خدا هر کس بخواد انتخاب کنه، لت هشم خربو یقوی ولا، اون کسی که انتخاب کنه اما بذارید، اما دیگه از این به بعد انتخاب میشه و این مراسم و این وظیفه رو انجام میده.
این شما میفهمان که وقتی ما نگاه کنیم از اول صحبت کرد اصل ریشه کجاست، کورخ هستش. ولی کسای دیگه هستن که میان تو موضوع دخالت میکنن، دردسر برای خودشون پیدا میکنن. این نکته هست که اینجا میخواد به ما یاد بده، هیچ وقت خودت تو جر و دعوا نند. هر جایی که مخلوقت هست، هر جایی که بحث هست، هر جایی که دعوا هستش، سعی کن از اونجا فرار کن. اگر میتونی صلح بندازی خیلی خوب، اگر نمیتونی اونجا نمون. مخلوقت آتشه، آتیش هستش که تمام اطرافش میسوزونه، همه میکشونه به جواب خودش، همینطور ادامه پیدا میکنه، از این ور و از این ور و از اون ور همینطور میخوره به قسمتهای دیگه. و خیلی هستن که اینجا آسیب میبینن و صدمه براشون پیش میادش. و به همین خاطر است که دیگه خیلی آدم باید مواظب باشه دنبال مخلوقت و جر و بحث نباشه. در کتاب رومم یه مثالی میاره، مثال قشنگی هستش. میگه که یه گرگی هست توی جنگل، گرگ داشته رد میشده، بله، وقتی نگاه میکنه از دور یه روبایی میبینه. گرگ تا روبا میبینه رهبر توبه خوبی گیرم اومد، برم شکارش کنم و روبای بخورم. تا نزدیک میشه روبا متوجه میشه، روبا میفهمه که گرگه داره میاد، نمیتونست فرار کنه. اگه فرار میکرد میپرید و تیکه تیکش میکرد. چه کار میکنه؟ یه نقشه خوبی به کار میبره، یه چند تا استخون ریخته ای وروی بر استخونا بر میداره میذاره تو دهنش، استخونا میخوره همجوری که به به به، چه استخونای خوبی هستا. استخون گرگ چقدر خوشمزه هستا. حیف که یه گرگ دیگه ای نیست، خیلی گرسنمه. اگه گرگ دیگه هم پیدا بشه من میتونم او هم بگیرم و بکشمشو و گوشتش بخورم، خیلی خوشمزه. گرگ تا این میشنوه میگه وای که جون خودم تو خطره. گرگ فرار میکنه، فرار میکنه میردش. یه میمونی روی درخت نشسته و این صحنه میبینه، این صحنه میبینه خیلی ناراحت میشه، میگه این گرگه چقدر نادون بودش، این فری به این خور. بلند میشه میاد جایی که گرگا بودن، گرگه پیداش میکنه، بهش میگه ببین تو چقدر دیوونه هستی، چطور شده تو اومدی تو فکر میکنی که روبا راست گفت؟ روبا دروغ داشت میگفت، گرگ رو خودم دیدم، استخون زیر دهنش بود، داشت استخونه میخورد، یه درست استخون میخورد، ولی استخون گرگ که نبوده، یه استخون پرنده ای بوده، همجور گرفت دهنش، داشت همجور زیر دندونش بود، این فقط میتونه گرگ بکشه. میخواد حالا چی میگی؟ میگه ببین بیا بریم، من سوار تو میشم، من راه بیافت بریم و وقتی رسیدی من اشاره میکنم و راحت میتونی روبا بگیریش. یه خیلی خوب باش. میمون سوار گرگه میشه و با سرعت دوتاشو میده و حرکت میکنه تا برسن به نزدیکی های روبا. تا نزدیک روبا میشن یه دفعه روبا متوجه میشه، روبا بازم میبینه که بله خطری تو کار هستش، میفهمه، دوباره یه نقشه دیگه میبینه. همون موقع صدا میزنه از دور که داره نزدیک میشه، به میمون نگاه میکنه، میگه میمون دست جمع کنه، به گفتم خیلی گرسنه هستم، ازت خواستم گفتم برو یه گرگی بردار بیارا، ولی چرا اینقدر دو ساعت طول کشید تا اومدی تو؟ گرگ تایی رو میشنوه، فکر میکنه که بعدی هم پس نقشه بعدیش هستش، میمون پرتش میکنه زمین و فرار میکنه و خود میمونه میخوردش. گرگه میاد میگه پس تو کلا سر من گذاشتی، تو میخواستی بیای و باعث میشی که من گرفتار بشم. گرگه میاد میزنه میمونه از بینش میبره. حالا این مثالی هستش که میاره، خیلی مثال قشنگی هست با اون چیزی که الان ما داریم میخونیم. میگه به میمون دارن میگن میمون تو چی کار داری اصلا دخالت میکنی توی برنامه؟ حالا یه جر و دعوایی هستش بین گرگ هست و بین روبا هستش. حالا زیروی به چربه، زیروی به چربه، اصلا چی کار داری وسط که دخالت بکنی، آخر جون خودت هم از بین میبری.
دیگه ببین مخلوق تنی هستش، جایی که بحث هست، جایی که دعوا هست، جایی که اختلاف هست، دو نفر رو بعد دیگه بد هستن اصلا چی کار داره؟ تو حالا بشینی وقتی او میادش بعدی یکی تعریف میکنی کار خوبی کردی ها، اصلا آدم درستی دید اما از دستش ناراضی هست، تو چی کار داره؟ خودت هم با دیگری بخوای بد کنی. یه موقع است که آدم میاد میخواست صلح و صفا ایجاد کنه، خیلی عالی است، ولی اگر در غیر این صورت میگه اصلا خودت داخل این ماجرا نکن، خودت بکش کنار، حالا دیگه اینا دو نفر خودشون هر مسئله ای که بین خودشون هست به هر شکلی حالا بتونن حلش کنن یا نکنن، این تو اگر وارد جر و بحث شدی تو هم تو آتش اینها میسوزی. پس مواظب به خودت باش که اینجا گرفتاری برات پیش نیاد. اینجا وقتی ما نگاه بکنیم میپرسن که خب چطور شد که قرق بازم چنین مسئله پیش اومد، چی دید که این رو اومد بزرگش کرد؟ پاسخ یود رو میخونیم. و اخره بود خواهد کل اخره خواهد به نلوی ایتا خوبی خشته میگم که هولا موشه وقتی ببینه که اینا ایستادن قرخ میادش با اینا صحبت میکنه میگه چی؟ و اخره بود خواهد کل اخره خواهد به نلوی ایتا که الان موشه داره به جماعت قرخ میگه، میگه شما هم بچه های لوی انتخاب شدی، خب مقام شما هم داده شده، حالا کهانت هم میخواید؟ میخواید جای او نکوهن باشید؟ توصیل ده آرام رخای مقادش تاریخ داده است مایه هفدالش آمد به پاسخ شلیف نزه. این جدایی و تمایزی که در این پاسخ گفته چی هست؟ اون مایه اقریبه ها شما برکان این نزدیک شدنه و یقرب اتخا خدا تو رو نزدیکتر یعنی چی؟ چون میخواد بگه که موضوع دو تا درجه هست. اول جدا شدن سر تلوی از جماعت اسرائیل به شکل کلی و به همین خاطر گفت که ایلیم نه در اسرائیل. دوم نزدیک شدن بچه های قهان که اینا نزدیک در بیشتر از سایر لوی ها که قدش قداشیم را حمل می کردن همطور که نمشه ناسو دوش بین قهان و به همین خاطر گفته و اقرب اتخا به کل اخه خواب، یعنی شما از خانواده قهان هستید بچه های لوی و گفته ایتا اشاره کرد که در واقع شما هم درجه بسیار بالاتر نسبت به دیگران دارید. وقتی تحلیل نگاه بکنیم در فصل 106 یه جمله ای هستش که خیلی قشنگ جواب خیلی از سوالات ما میده. پاسخ چی نوشته؟ نوشته ویقن او لموشه و مخنه لأهرون قدوش هشم حسادت ورزیدن به موشه در اردوگاه به اهرون که مقدس هشم بود تقدیس یافته خدا بودش. پاسخ در مورد قرخ صحبت میکنه، بگه مورد اصلا پاسخ بعدیش یعنی چی؟ اسادت ورزیدن به موشه در اردوگاه، در اردوگاه اضافه است اینجا و بعد میگه لأهرون، فقط میتونست بگه و یقنو لموشه و لأهرون که دو ششمش چی هست؟ این سوالی هستش که آرام مهارشا برامون توضیح میده. میگه قرخ نگاهی چی کرد؟ موشه اکثر وقتش کجا میگذشت؟ بیرون اردوگاه بود، خوش لبخره برای خودش بیرون اردوگاه چادری داشت اونجا مشغول تورا و راز و نیاز با عشه بستش. فقط چند ساعت می اومد داخل اردوگاه، یه چند ساعتی فقط داخل می اومد. وقتی می اومد داخل جماعت خیلی احترام زیاد براش قائل بودن. خب حالا بیایم سر اهرون. اهرون اکثر زمانش کجاست؟ اهرون اکثر روزش کار سخت داشته، اکثر روز میرفته شالون بعید انجام میکرده، میرفته نزدیک خانواده، نزدیک خانواده، نزدیک زن و شوهر. شالون بعید ایجاد کردن آسون نیست، یعنی نیستش که بگین نیم ساعت با یه حرف بزنن قبول کنن، یه موقع بعد شب تا دیر وقت از خوابشون، از زندگیشون، از خوراکشون همین را باید بگیرن. اهرون کوهن تو زخوتی داشته و اکثر وقتش برای ایجاد صلح و صفا و شالوم بعید داشته، خیلی سختی میکشه توی قسمت. فقط چند ساعت بوده که رفته تو میشکان عبادا انجام میداد. مردم وقتی میدیدن که ایشون میادش
عبادتش در میشکان انجام میده خیلی احترامش میذاشتن. خب حالا اسادت قرعه از کجاست؟ یک جنبه قضیه از اینا نگاه میکنه. بعد خاطر تو پاسخ میگه چی؟ وقن اون لموشه و مخنه. اسادت میکنه به موشه، فقط مخنه نگاه میکنه. وقتی میاد داخل اردوگاه احترام زیاد بهش دارن انجام میدن، کاهد زیاد براش قائل میشن، بیرون اردوگاه نمیدید که چندین ساعت اونجا نشسته و مشغول آموزش هست. همطور هارون کوهن، اسادت به هارون کوهن میکرد پدر ششم، فقط موقعی که تو میشکان هست. اسادت به هارون نمیکرد که چرا من مثل اون نیستم شالوم بعید ایجاد بکنم. نمیدونست که این درجه ای که دارن از اون قسمت دیگه هستش. فقط جنبه کابل رو نگاه میکرد. یعنی چی؟ یعنی قرعه فقط قسمت های زیبای زندگی ها رو نگاه میکرد. فرض کنید بله فلانی یه راه بزرگی است، وقتی میاد توی کنسا همه احترامش میزنن. چرا همه احترام این میزنن احترام من نمیزنن؟ چون ما فقط حالا زمان احترام داریم نگاه میکنیم، بیرون از کنسا دیگه نمیبینیم چه کار داره میکنه، چه زحمت هایی که داره میکشه. بله هر ساعت هر لحظه شب و روز هر روز تلفن بهش میزنن، سوال ازش میپرسن، علاقه ازش سوال میکنن، تشریف بیارید فلان جا، فلان جلسه هستش، چیزا دیگه نگاه نمیکنه. پس این درسی هست به ما یاد میده دیگه، حواست باشه و نگاه مقام و ریاست و بزرگی دیگران وقتی میکنی فقط یک جنبه قضیه نگاه نکن. این درسی هستش که به ما یاد میده. و اشکال قرعه در واقع این بودش که فقط یک بُعد قضیه رو میومد نگاه میکرد و بُعد دیگرش رو نمیومد نگاه بکنه. این یک جنبه هستش. و نکته بعدی هم که میدونیم مسئله حسادتی هستش که در وجود قرعه هستش، حسادت و مقامی که داره مشاهده میکنه چرا نصیب اونها شده و نصیب ایشون نشده. پس که یوسف میخونیم، و یقه لرم قرعه جمع که برانها قرعه، تمام جماعت در به چادر وعده و یه راست که با درشه ملکولای دار. یه دفعه عزت خداوند نور شخینای عشم اونجا آشکار میشه. یعنی چی؟ نوشته جمع کرد آنها را قرعه، ننوشته جمع شدن خودشون با میل و رضایت خودشون نبود، مگر قرعه اینا رو جمع کرد. و به خاطر همین است که اینجا در واقع تعریفی هم از جماعت هستش. یا میخواد بگه دلیل چی هستش؟ میگه این باد رو میتون خواهید از بود. بعدش میگه کنار برید تا یه لحظه اینا رو از بین ببرم. اون که میگه اگر بگیم قرعه و جماعتش خطا کردن اینها خب چرا از بین باید برن؟ نه به خاطر اومده میگه چی؟ اینا با رضا جمع شدن با رضایت قرعه و به خاطر احترامی که براش داشتن. و به همه خاطر دیده میشه مثل این که راضی هستن و تاییدش دارن میکنن. به همه خاطر هست که میگه برید کنار، آشکار شد نور شخنای عشم بر تمام جماعت، به خاطر که متوجه بشن که او هست که قضاوت رو داره انجام میده و اونایی که مقصر هستن باید جریمه بشن. اینجا نقطه بعدی که داره به ما اشاره میکنه، میفهمان حس حسادت آدم تو زندگیش نباید داشته باشه. نگاه دیگران نکن، نگاه نکن فلانی عروسی چقدر مفصل بود، نگاه دیگران نکن چه مهمونی بسیار بزرگ و باشکویی داشته، نگاه دیگران نکن چه لباسهای بسیار گرون قیمت تن میکنه برای بچه هاش میخره. میگه نگاه چشم دیگران نداشته باشه. یه داستان تعریف کنم توی قسمت زمان که یه دهاتی بوده، یه دهات دور افتاده بوده، یه دهی بوده، کسایی که اونجا زندگی میکردن همشون بی سواد بودن، آدم های خیلی مثل عمارف و بی سواد و آدم های تامی بودن. یه پیرمردی بین اینا هستش. موقع زمستون که میشد مردم میومدن نزد این پیرمرد، خیلی اعتقاد بهش داشتن، میگفتن بگو ببینیم امسال زمستون خیلی سرده یا نه. اگر خیلی سرد است یعنی ما ایزوم زیاد مثلا باید جمع کنیم بریم فکر لباسای گرم، لباسای پشمی برای خودمون آماده بکنیم.
باشه میگفت خیلی خوب بهتون جواب میدم. میومد بیرون نگاه آسمون میکنه یه زمزمه های میکرده، بعد میاد بهشون میگه بله زمستون امسال خیلی سرد است و هر چه میتونید شما برید هیزم جمع کنید. من خیلی خوب، یه چند هفته میگذره، میگن نه سرما نیومد، همش هوا گرم هستش. دوباره برمیگردن نزد ایشون، چطور شد نیست که هوا گرم هستش، زمستون واقعا تیجوری امسال؟ ایشون میگه دوباره خیلی خوب، نه برید ایزوم آماده کنید، هر چقدر میتونید ایزوم آماده کنید، سرد میشه. دوباره چند روز میگذره، نه بارونی میاد نه هوا سرد میشه. دوباره برمیگردن کار ما بکنیم، هوا سرد میشه، بله برید ایزوم جمع کنید. دفعه بعد که اومدن میگه خیلی خوب، چند روز من وقت بدید تا یه جواب دقیق‌تر من بهتون بدم. چون سوار الاغش میشه میره شهر نزدیکی که اونجا بوده و اونجا تلفن داشتن و یه گروهی بودن در زمان خودشون که اینها به اصطلاح هواشناسی بودن، تماس با اینها میگیره، از اینها سوال میکنه، میگه شما نظرتون چی هست؟ امسال زمستون سرد هست یا نه؟ بهش اول بله امسال سالی هستش که سرد هست و باید خودتون آماده کنید. یه خیلی خوب، دوباره دو هفته میگذره میبینه نه هوا سرد نشد. دوبارهشون دوباره بعد میگرده با اینا تماس میگیره، چطور شد شما گفتید که هوا سردش سرد نشد؟ جواب من بیدید. ایشون میگه ما نمیدیم، برو با مدیر صحبت کن. ایشون میاد دوباره با مدیر تماس میگیره، یه بار دو بار سه بار تماس که میگیره ایشون میگه بله هوا سرد میشه. بعد میگه بگید ببینم واقعا چیز که شما میگید میشه یا نمیشه. ایشون میگه ببینید ما میدونید چی جوری ما متوجه میشیم، راه بررسی کردن ما اینجوری هست، من به هیچ کس نمیگم، فقط به تو میگم، فقط به تو میگم، چون میبینم تو خیلی تماس میگیری. ما میریم نگاه دی بالایی میکنیم، یه دی اونجا هسته، یه پیرمرد اونجا هستش، راهنمایی مردم میکنه و بهشون میگه ما نگاه میکنیم مردم اگر ایزون زیاد جمع کردن یعنی معلوم میشه که هوا سرد میشه، و اگر جمع نکردن معلوم هستش که ما اعتقاد داریم به این پیرمرد، اگر از این ایزون جمع نکردن پس معلوم هستش که نه هوا سرد نمیشه، پس معلومه همینجور در ایزون جمع میکنن، پس به همین خاطر معلوم هستش که هوا سرد خواهد شد. این تعجب میکنه، این نگاه اینا میکنه، یعنی همینجور تعجب میکنه، فکر اینا از حرفی که اینا دارن میزنن و هم تصور میکنن صحبت طرفشون یعنی چی؟ این میخواد بگه که حس تقلیدی که وجود داره، این داره از اونا تقلید میکنه، اونا هم داره از این تقلید میکنن. این میخواد به ما یاد بده اگر آدم همش بخواد فکر دیگران باشه، اگرش بخواد نگاه بکنه فلانی چجوری زندگی میکنه، فلانی چگونه هستش، که اینجور خوراکش پوشاکش چجوری هست، منم بخوام مثل اونها باشم هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. و این اشکالی هستش که وقتی در زندگی وجود داشته باشه این باعث بسیاری از دردسرها و گرفتاری ها توی زندگی آدم میشه و این مسئله هستش که میبینیم برای قورخ اتفاق میفته و خودشو خانوادهشو تمام طرفدارانش میبینیم که به چه مراحلی میکشونه. این چیز هست که در پاراشامون تعریف میکنه و بعدش که میبینیم جریمه بسیار بزرگ اتفاق میفته در طوران میشه وحی که خلوتون لبرت خود علی بامرده تا موشه میاد و میگه اگر قرار اینا از بین برن به شکل غیر طبیعی از بین برن تا صحبت تبومه نوشه وسی باقع ها آدم ها اشه تخته زمین شکاف برداشت تمام اینا از بین رفتن. خب این ماجرا تموم شد، اما خیلی عجیب است فردا چه اتفاق میفته. فرداش دوباره میاد میگه چی؟ پاسخ واب نوشه و یا رو کل علا به انسان میما خورات انوشه لر احرول مرد اتم همیت ات امدانان شکایت کردن تمام جماعت اسرائیل فردای آن روز و موشه و احرون گفتن شما کشید جماعت هشه همش تقصیر شما هستش، این جماعت از بین بردید. اینجا خیلی عجیب هستش، خود آرام رحمه هم سوال میکنه سوالی قدرت عمرو باید بدونیم که بعد از چی از شکایته و حسن چی میخواد بگه
اینا دیدن دیروز، دیدن و این شکافته شدن زمین هم یه چیز طبیعی نبود. بگیم خب مثلا زلزله اومده، چرا؟ چون دیدن که مشه از دهنش در اومد. گفت اگر یه چیز غیر عادی باشه و مردم متوجه بشن که ما بر حق هستیم. اما یه دفعه ببینیم که فرضاش دوباره همه جمع میشن، اتم همی تمه تمشه، همه از تقصیر شما هستش. او جسه به این او اختاق نر او چی تو چشمه را بسته شد، چنین شکایت کردن بر مشه بدون علت. اصلا نقص کجاست و اشکال کجا هستش؟ آخه ترقوم تایده تا شکایت جماعت بود برای این که مشه امتحان قطورت رو برای همه چون انجام داد. شایار و لحسد همین خان که میگم بله تو میتونستی فقط امتحان قورت بکنی، چرا کسای دیگه اینا لارو نگاشیم؟ اگر اونا نمیرفتن 250 نفر از بین نمیرفتن، از تقصیر شما هستش که اومدی چنین گفتی. اما چیزی که اینجا برای ما صحبت میکنه، اما یه توضیح دیگه باز روی قسمت میدن. ما وقتی نگاه کنیم در تعلیم نوشته لملسه یخ لیونه قورخ شوشنین یدیدوت میزوال داوی. لملسه یخ این سرودی هستش برای بچه های قورخ. این سروده داوید امیرخ میگه برای بچه های قورخ. میگه شوشنین مثل درخت گل سرخ که پر خار هست. یدیدوت محبوبیت دارن بچه های قورخ. میزوال داوید زبری است از جانب داوید. اینجا داره در مورد بچه های قورخ صحبت میکنه. میگه چی؟ بچه های قورخ مثل گل سرخ هستن پر خار. اولش پر خار هستن اما لحظه آخر تشوبا میکنن. یدیدوت یعنی محبوب هشم میشن و در لحظه آخر سر فرود میارن و میگن ما اشتباه کردیم و به همین خاطر بچه های قورخ نجات پیدا میکنن، اما خود قورخ هستش که از بین میره. بچه ها تشوبا میکنن. قورخ لحظه آخر نصف بدنش توی خاک هست، داره از بین میره. قورخ از اونجا داخل خاک رو به مشه میکنه، میگه مشه رحم کن به من، کمکم کن. مشه بهش جواب میده، میگه ببین تشوبه بکن، زود تشوبه بکن، هشم قبول میکنه. اما اشکال قورخ این هستش که تشوبه نمیکنه. و بازم جای دیگه هم داریم در مورد جاسوس هم بازم یه اتفاق میفته. مرگلیم وقتی قبل خوندیم که اونا بعد برگشتن میگن چی؟ اینینو آلینو کی آمرشه کی خاتانو. اونجا میگه چی؟ اینینو آلینو ما بالا میریم، کی آمرشه کی خاتانو. جماعت اومده اینطور حرفی زدن، گفتن آمرشه خدا گفته ما خطا کردیم. نگفتن ما خطا کار هستیم، گفتن چی؟ آمرشه خدا داره میگه که ما خطا کردیم، اما ما خودمون اینطور حرفی نمیزنیم. جماعت اصلا فردای این که اینا از بین رفته بودن بلن گفتن ما میخوایم خودمون برید یه کاری به ایش کس نداریم. این جمله از دهانشون در میاد، یعنی اونا هم نیومدن اعتراف کنند که بگن ما اشتباه کردیم و آبون کردیم و تشوبه نکردن. در میخواده فرداش هم دوباره بدیم تعدادی از بین میرن بعد از مسئله برگه نیمه. قورخ هم همینطوری هست. قورخ هم میفهمان اشکالش کجاست، در لحظه آخر هم تشوبه نمی کنه. چون تشوبه نکرد، حالا اینجا هستش که مردم فردا جمع میشن علیه مشه، روبروی مشه بیستن، میگن اته و میته میتمشه. میگن که بله ما دیدیم قورخ اومد التماس کرد که رحم کن. چرا رحم نکردیدش؟ تقصیر تو هستش. پس به همین خاطر اومدن و اینجا مخالفت خودش دوباره اومدن نشون دادن، گفتن تقصیر مشه هستش که باز هم ببینیم تعداد دیگری اینجا از بین میرن. و از همینجا هستش که کلن دوباره بعد میبینیم که جرمه بعدی پیش میادش و
و وبایی میاد و تعدادی از بین میرن. پس 11 میگه ولی من موشه لحرون قرخ تبخت ها بتن آله هایش برمیزه یه گفت موشه به احرون بگیر سینی بتن آله هایش داخلش آتش بذار از یه قربانگاه بردار قطوره بذار داخلش فوراً برو به نزد جماعت و کفاره کن گناه اونها چون خارج شده خشم از حضور هشم و وبا شیو پیدا کرده بهش میگه سینی قطوره بردار ببر این خودش کمک میکنه و جلوه مرگومی رو میگیره توصیب در آب رخای مقادوش لیاش آبرو گفتن سی بعد هر سروفیم هایتا بیشوی رکتارت قطوره دیروز که 250 نفر از بین رفتن به خاطر قطوره بوده پس اون سبب مرگ شد نه به خاطر به اونها نشون داد که قطوره با وجود که خارج از زمان و مکانش بود الان وقت قطوره نیست برعکسش جلوه مرگ داره میگیره و اون موقع تصدیق کنن که همه چیز از جانب خدا هستش که اون ممید لخیا بن صوبه کسی که محکوم باشه هشین از بینش میبره اخواه می فرمودن که دوازه لمادو و این مطلب بوده که یاد گرفته بوده موقعی که رفته بوده در شماین در آسمون نکته هست که بهش گفته بودن قطورت میتونه باعث بشه که مرگ و میر قطع بشه در میخواد هست که میفهمان و یقع احرون گرفت احرون و یاروس دوی به سمت جماعت یعنی ساموخ لدیبورو شل موشه للمد خاشلو شاها اپیگو ریگر حتی یک لحظه هم مکس نکرد سریع رفت و این کار انجام داد با وجود این میبینیم که تعداد 14700 نفر فقط اینجا از بین میرن که البته اول نکته که اینجا باز اشاره به ما میکنه اولا پاسخ بعد که میگه برگشت شهرون و مگفان سارا جلو به مرگ و میر گرفته شد به خاطر چی؟ به خاطر قطوره پس اینجا میفهمان امروزه در این دوره با قطوره نداریم میسای بسیار بزرگی از خوندن پیتو مقطورت هر روز سه مرتبه زخوت بسیار بالایی داره دو مرتبه ما در صبح داریم یه مرتبه ما قطورت داریم که موقع یه مینخوا هستش پیتو مقطورت خونده میشه تمام بسیار خوب هستش که به موقع خودش اینا هر چیزی اگر کسی بتونه بخونه ارزشش خیلی بالاتر هست صبح که وقتی برای براخود قربانوت میایم کنیسا سعی کنه پیتو مقطورتش قبل از باروخ شامر خونده باشه در صورت اضطراری است که میتونه بیزاره بعد هر کدوم از اینا نظم خودش داره اصلا همینطوری هستش پیتو مقطورت قبل از لحش هست حالا اگر که اضطراری پیش اومد بعدن میخونه ولی به طور کلی تنظیم تفیلا همین هستش هر چیزی که ما داریم از تمام قسمت های اول تفیلا مرتب و منظم اگر کسی بخونه اون موقع ازش که نوشه تفیلا هیچ وقت دست خالی بر نمیگرده مثلا تفیلایی که با جماعت هستش و ترتیبی که لازم داره حفظ میشه علاماتی هستش که اینجا داره ساخته میشه و با پایی درست بنایی هستش که ساخته میشه و بالا میره و موقع هستش که تفیلا 100% به درگاه هشم قبول میشه از خدا میخوام که انشاءالله هشم خودش کمک کنه تفیلامون همیشه به درگاه هشم قبول بشه هیچ وقت نقص و اشکال توی زندگی نداشته باشیم راه درست بریم کارمون لیشوان باشه و با امید هستیم انشاءالله که موفق بشیم و آبادی به تعمیر باش و گولا شده ما آمین.